یه روز که بچه بودم، مثل همه دختر بچه های عالم، مامان موامو شونه کرد و لباس نارنجی خوشگله رو تنم کرد. من رفتم تو حیاط بازی کنم. تناب بازی کردم. بعد رفتم سوار تاب قدیمیه شدم. مامان داد زد. نوشین، نوشین، لباساتو کثیف نکنی. من مواظب بودم لباسامو کثیف نکنم. من تاب بازی میکردم. من افتادم، دردم اومد، گریه کردم. دلم میخواست یکی بغلم کنه و دست بکشه به سرم، لباسامو تمیز کنه. عیب نداره دخترم، بزرگ میشی یادت میره. نوشین، نوشین، نوشین. دلم میخواست یکی بغلم کنه و اشکامو پاک. من که یادم نیست، مگه ما چی کار کردیم؟ ای دختری دست کوچولو، وای وای، ببین چی کار کردی با خود، ببین چقدر دستتو کثیف کردی. حالا تا گفتی که گریه نداری که. خوبه کسی اینجا نیست ببینه دختر من چقدر دست کوچولوفتیه. دختری دست کوچولوفتی، مگه مادرت نگفت مواظب باش؟ مامان تو رو خدا، چشمام درد میگیره. پاشو نوشین، پاشو. گفتم حالا چی شده؟ زمین خوردی، گریه کردی، من نازت کردم یا نکردم؟ آخه اینا چیزایی که آدم یادش میمونه. من بزرگ شدم ولی یادم نرفته. هیچکی نفهمید که از چی ناراحت بودم. حالا من گوش میکنم، بگو از چی ناراحتی. من افتادم، زخمی شدم، تنم درد گرفت. تنم درد میکنه. من گریه کردم. چقدر دلم میخواد گریه کنم، چقدر دلم میخواد سرمو بذارم رو شونه‌های یکی و های های گریه کنم. چرا هیچ کس نمیفهمه؟ مگه من از این دنیا چی میخوام؟ چرا هیچ کی نمیفهمه؟ خوب گوش کن ببین چی میگم. من میدونم تو چته. علیرضا آخرین مردی روی زمین نیست. میخواد زن بگیره، بگیره بدرک. میخواد با آذر ازدواج کنه، بازم بدرک. چرا با خودت اینجور میکنی؟ نوشی بگو چی میخوای، من کمکت میکنم. من به کمک کسی احتیاج ندارم. بیخوابی قدقن، ترشی قدقن، هیجان قدقن، تئاتر و سینما قدقن، تصادف و دعوا تو خیابون قدقن، کتاب خوندن به حالت درازکش قدقن، صفحه حوادث و اخبار روز روزنامه قدقن، مجلس ختم و سوگواری رفتن قدقن، درد دل شنیدن و فریاد زدن قدقن، نوشابه های محرک و انرژیزا قدقن، قرص های چاقی لاغری قدقن، درگیر پرونده‌های پیچیده شدن قدقن، نفس کشیدن قدقن. دکتر جون یکم از آزادیام حرف بزن تا غم باد نگرفتم.
ماست بخور، لبنیات تازه، عسلم بخور، برو پارک قدم بزن، سفر برو، یه زن خوب پیدا کن که فقط گوش کنه، حرف نزنه، به موسیقی ملایم گوش کن، یه پرنده بخر، یا نمیدونم یه چرنده، یا این چی اینجونه برا همسته، همستره چیه، یکی از اینا بگیر بهش برس. همه اون کارا رو نکنم و این کارا رو بکنم و چه اتفاقی میفته؟ تو قلبت دست دومه، قلب پیوندی رو باید باش مدارا کرد. میدونی چرا؟ چون دوبار زندگی کرده. اما من حالم خوبه، خودم میدونم. وقتی زیادی خوب بودی به همه چیز شک کن، بدی رو بدی نمیاد، بدی رو خوبی میاد. حرف آخر رو بزن، چقدر زنده میمونم؟ اینو دیگه نمیدونم، مگه دست منه؟ اما قلب تحت فشاره، سی پی کی خونت بالاست. دکتر جون من 18 سالم نیست، رفاقتم هم با تو بیشتر از 18 ساله. چقدر زنده میمونم؟ جلال شایان خوب گوش کن، نمیخوام سر پیری دنبال دوست تازه بگردم. اگه مواظب به خودت نباشی به 18 ماه هم نمیرسی. بنابراین قرصاتو بخور، رانندگی هم نکن، مراقب خورد و خوراکت هم باش، غذای چرب و چیلی ممنون. دست شما درد او چکر اینا رو میتونم ببرم؟ اینو ببرم، مال من باشه لطفا. پرهیز غذایی که نداریم؟ نه، دکتر گفته چون آخر عمرته هر کاری دوست داری بکن، هر چی دوست داری بخور، هر چقدر هم دوست داشتی عصبانی شو و هرس بخور. مشکل چی آقای شایان؟ سلولا که پیر میشن تازه یادشون میفته که جوان تری ها کلا سرشون رفته، شروع میکنن به پس زدن عضو پیوندی. پس قلبه دست دوم بوده؟ دست خانم دکترم نبوده. نه، روحیتون خوبه، نمیخواد با من هم دردی کنی، برو سر اصل مطلب. اصل مطلب محض تشکره. تو پرونده قبلیم تو اداره هم باورشون نمیشد که ایده هم دست داشتن قاتل به فکر خودم رسیده باشه. البته من گفتم که فکر خودم بوده، شما هم اگه همینو بگین ممنونتون میشن. پس پول میزو خودت حساب میکنی؟ صورت حسابشم لطفا نذار جز به هزینه های پرونده. چشم استاد. سر پیریو مرکه گیری؟ زبان میخونی؟ خدا رو چه دیدی؟ شاید شگرد اول کلاسای استاد شایان رفت اینترپو. البته تو جز به شاگردای متوسط ما بودی ها، ولی تو کلاسای دانشکده چیز دیگه ای میگفتین. کلاسای دانشکده افسری جایی تشویقه، الان دیگه سن و سالت به حدی رسیده که با واقعیات روبرو بشی. استاد این روزا خیلی درگیری نه؟ قطعا زبان نمیخونم. درگیر عروسی علیرضا، فردا اخکنونه. خب پس باید خیلی خوشحال باشین. اندازه ی عروسی پسر نداشتم. ولی قیافتون اینو نمیگه، مشکلی هست؟ یه مشکل کوچیک، زمانه عوض شده.
سلام آقای شایان. سلام خانم شمس. چه خبر؟ یه خانم جوان تو اتاق منتظرتونه. سلام، من نوشینم. بشین دخترم، راحت باش. خیلی وقته که منتظرتونم. من از گفتن خسته شدم. تو از شنیدن خسته نشدی؟ سلام خانم شمس. سلام شادوما، شاخ شمشاد، این ورا. با آقای شایان کار داشتم. مهمون داری. لابد خیلی هم مهم و خصوصیه. یه دختر جوونه. آخه دلش رو شکستن؟ خیلی هم عصبانیه. طول میکشه؟ فکر کنم. پس بهشون میگی من اینجا؟ تو که همیشه اینجایی. حالا انگار اومدنش سورپریزه. دو تا صفحه رو میزت ترجمه کن حقوق حلال بشه. من جای آقای شایان بودم این ماهو بهت حقوق نمیدادم. خانم شمس، شما که از اون دختر خانم عصبانی ترین. انتخاب تو علیرضاست. دلیل نداره که انتخاب علیرضا هم تو باشی. شاید اون عقلش کار نکنه و صلاح خودشو ندونه. دلیل نداره که منم عقلمو تعطیل کنم. هر چی شنیدین راجع به حجم و شرم و حیا و نشستن خونه تا اومدن خواستگار فراموش کنین. من چیزی رو که میخوام به دست میارم. علیرضا همچی توفهی هم نیست. من شنیدم که شما یه جورای پدر معنویش هستین. نذارین اشتباه کنه. فردا اخ کنونه دختر. ببین آقای علیرضا فهیم با دوشیزه آذر فرجاد. کارت به دست نرسیده؟ اتفاقا تو انتخاب کارت هم نظر دادم. پس آذر دوست صمیمیته. چرا داری با زندگیش بازی میکنی؟ چه ربطی داره آقای شایان؟ اتفاقا من چون آذر رو میشناسم بیشتر دلم میسوزه. اون نمیتونه علیرضا رو خوشبخت کنه. آذر حتی نمیتونه خودش رو خوشبخت کنه. کار از کار گذشته نوشین خانم. دست بردار. علیرضا با من خوشبخت میشه. حتی اگرم خوشبخت نشه مهم نیست، چون من با اون خوشبخت میشم. پس به خاطرش میجنگم. تو دیوانه ای دختر. زمونه بد جوری عوض شده. این همه پسر شاخ و شمشاد، تو هم که بچه پولداری، ول کنی بچه یتیمو. آقای شایان، آذر دلش با علیرضا نیست. ببخشین. طوری شده؟ علیرضا اینجاست. نفهمید که من اینجا. نه خیر. خب دیگه، من باید با علیرضا برم بیرون. تو هم بعد از رفتن ما برو. دو تا آسپرین بخور، 10 قطعه آرام بخش بخور، بعدم تخت بگیر بخواب. اگه بازم حالت بهتر نشد، یه زنگی به من بزن، تا قیام قیامت باهات حرف میزنم، اما کاری نمیتونم بکنم. پس اگر من کاری کردم جلومو نگیرین. مثلا چه کاری؟ راه حلای زنونه. توش که خون و خون ریزی و قتل و غارت و این چیزا نیست که. به میاد. همشن، بهش میاد. یکم زوده. اما میتونه. پس بشین قفلت رو تموم کن، صبر کن، ما که رفتیم تو هم برو. خستش کردی. همه کاری میتونه بکنه، ولی هیچ کاری نمیکنه. سلام عرض خانم. سلام آقای شایان، مشتاق دیدار. سلام، شما چطوری مادر داماد؟ سلام علیکم آقا جلال، از احوال پرسی های شما. قراره بریم سر خاک آقای فهیم.
این که خیلی خوبه. میفرمان شما هم باید باشی. ما چون نه سر پیازیم نه ته پیاز، همه جا میتونیم باشیم. من گفتم شما خیلی گرفتارین، ولی کسی قبول نکرد. عروس و داماد اینو سلطان جهان دور دور شماست. بفرمایید آقای فرید. قبل عقدی کامشون رو ترک نمی کردیم. حالا دیگه سر خاک پدر رفتنم کام ترخی داره. نکن شکو، من که می دونم چته. نکن. نه والا، اونجور که شما خیال میکنی نیست. فقط نمی دونم چرا دلم یهو گرفت. عروسی پسره، پدرش چشم براه. بره سر خاک اون، روحش شاد میشه. همش همینه؟ راستی شنیدم مریضید، دکتر زنگ زد گفت. تو تا حالا منو سالم دیدی؟ خودتو به اون رو نزن شکو، آزر به دلت نیست، درسته؟ نمیدونم چرا دلم اینقدر شور میزنه. خیلی خوب حساب کرده باشا. خیلی برم میاد. ببخشید دیر شد. دیر نمیشه دیگه، راه بیفتی دیر نمیشه. بس دیگه شکو خانم، این روزا وقت خوبی برای تازه کردن قصه های قدیمی نیست. آخه فرزند خردسال بوده، 5 سالش. حکمت این سر قبر اومدن چی بود علیرضا؟ شکوه دیگه. چرا میگی شکوه نمیگی مادر؟ همه گفتن شکو، منم میگم شکو. ولی مادرها دوست دارن کلمه مادر رو بشنون. فعلا که دستور داده یه کاری نکنم تو هم بهش بگی شکو. من آوردی اینجا که ببینه قلبش هنوز میزنه؟ علیرضا بالاخره کی باید بفهمه قلبی که تو سینه منه قلب پدرشه؟ اگه اونم مثل فامیل پدرش بهانه بگیره و با من بیفته سر لچی، اگه به من بگه باید بیشتر سب میکردم تا پدرش از کما در میومد چی؟ اگه یه وقت فکر کنه من برای پدرش همسر وفاداری نبودم، اگه با تو بیفته سر لج، من چی کار کنم؟ علیرضا که بزرگ شده، عاقله، فهمیده است، داره زن میگیره، وقتشه که بدونه. فکر میکنی دارن به هم چی میگن؟ دارن درباره ما حرف میزنن. شکو میگه دلم برای پسرم تنگ میشه. شایان میگه مگه قراره بره سفر قندهار. شکو میگه کاش بابا رضاش هم بود و دومادی پسرشو میدید. شایان میگه دم عروسی گریه شکو نداره. شکو میگه چیکار کنم، دست خودم نیست.
فردا یه عروسی بهش میگم. خدا خودش نمیذاره همه چی خراب بشه. خب حالا چیه؟ بهت میگه خوشبختت میکنه؟ باور نکن همه روزای اول از همین حرفا میزنن. زحمت افتادیم. زحمتی نداشت، با این انگوش زدم خودش را افتاد. چقدر حاضر جواب انگوش هایان. من خیلی خوشم میاد، همیشه یه جواب تازه داریم. شما چی؟ راضی هستی؟ آره والا، خدا خیرتون بده. عروس خانومم که ناراضی نیست. اختیار داریم جناب سرهنگ. سرهنگ بازنشست جناب نداره. از شادومادم نمی پرسم چون اون هر بلایی سرش بیاد حق میشه. خب عزیزم امشب برنامه تون چیه؟ بچه ها گفتن دوره هم جمع شید. آخرین مهمونی در آخرین شب مجردی. ای روزگار، دیر شدیم رفت. منم دعوتم خونه نوشین. اینا نوشین دعوتت کرده؟ میگم چه دختر نازنینی این روز آذر جون. حق با شماست، دوست خیلی خوبیه، از خواهر به من نزدیکتره. سلام آقا رفی. زرنگ شدی پیمان؟ کارایی که قبلا یه ما طول میکشید یه هفته ای تموم میکنی. نظر لطفتون آقا. یه وقتی تمام این منطقه فقط باغ بود و دشت، الان دیگه به زور میشه یه وجب خاک پیدا کرد با چهار تا درخت بلند. از اینکه بیشترش خودتون ساختین لذت نمیبرین؟ خیلی وقت دیگه از هیچی لذت نمیبرم. 100,000 تا نقد و شمرده شده تبدیل کنم یا واریز کنم به حساب ارزیتون؟ 1,000 تاش مال خودت، بقیهش هم بست تو خونه باش. از شما به ما خیلی رسیده آقا، لازم داشته باشم خودم عرض میکنم. یا جوش دادن این معامله اینقدر وسعت داشته که از 1,000 تا میگذری، یا اینقدر وضعت خوب شده که دیگه این پولا به چشت نمیاد. من بدون اجازه شما آب نمیخورم آقا رفی. تو منو یاد جوونی های خودم میندازی. برو برو پیمان، کارت داشتم خبرت میکنم. چشم، خداحافظ. خداحافظ. سلام نوشین خانم. سلام. پدرم بالاست؟ بله. اگه امری هست در خدمتم. نه کاری ندارم. شهاب، مرتضی، اینجایی؟ این؟ بابا کور شدم به خدا، این بازی ها چیه؟ شهاب، موسیقی گذاشتین، چشام بستین، خودتونم ساکت شدین، معلوم نیست چی کار دارین میکنین؟ خیلی خوب بابا، خیلی خوب، تموم شد دیگه، شلوغش نکن، حالا میتونی برش داری. رفیق اون رو ناکن.
چرا اینجوری نگاه میکنی؟ یه ادا بازی ها چیه؟ خورما خوردین، اگه زحمتی نیست یه فاتحه هم بخون. حتما حتما. این شامورتی بازی ابتکار کیه؟ مرتضا، اولین بار کی حکم تحریم رو صادر کرد؟ همین علیرضا خان. خدا بیامرزتش. خدا رفتگان شما رو رحمت کنه. بیامرزه. دست بردارید بچه ها. قبلا ادعاهاش فرق میکرد، میگفت سرش بره حرفش نمیره. من هنوزم سر حرفام هستم. روش میشه این حرف بزنه؟ این خط تو میشناسی؟ امضاشو چطور؟ البته بعدش امضا تو یه دهباری تغییر دادی دیگه. یعنی شما این همه سال یه تیکه کاغذ رو نگر داشتین؟ حرفو عوض نکن. طبق این دستخط جنابالی مدعی شدی تو جمع ما آخرین نفری باشی که زن میگیری. در غیر این صورت دارنده این کاغذ هر خواسته‌ای داشته باشه براش انجام میدی. درسته؟ اینو شب تولد 18 سالگیم نوشتم. چه ربطی داره به حالا؟ پس خورما بخور. خیراته. یادبود خاطره سه تفنگداره. ختم رفاقته. سه تفنگدار رو نابود کردی. کسی که زن گرفت دیگه الفاتحه. نه آخه آقا جون، من کم نیوردم. ما الان دو تا راه داریم، یا اینکه رفاقتمون تموم شه یا شما دوتام زن بگیرین خلاص. خلاص. حالا یه راه سومی هم وجود داره. چه راهی؟ راه سومش انجام شرطه. مرد باشه رو حرفت واسه. باشه وای میسم، وای میسم، جلو نیام وگرنه دوباره در میرم. وایس، حداقل یه کفش تو بگیر. جون علیرضا نمیشه، همین داده خرگوش جلو یادت دندونه جلو. آقا اگه من بگم کم آوردم حله؟ بله حله. به جون جفتتون کم آوردم. الانم آذر منتظرمه، باید برم دنبالش. اگه کم آوردی که قضیه فرق میکنه. یه کفش تو بگیر. باشه. بریم عقب تا بیام بردارم. بریم عقب. عقبتر، عقبتر. من کم نیاوردم. مردی بگی، مردی وایسا. صبر کن، صبر کن. بذار بره. آخرین روزای خوشیشه. آره والا. تبریک و تسلیت مرحوم علیرضا فهیم. دختری به دلم نیست. هم خیلی بچه است، هم خیلی لوس. من نمیدونم علیرضا از چیش خوشش اومده. شوکو جون دیگه برای این حرفا دیر شده. بله میدونم، خیلی هم دیر شده. هر کسی دیگه این بود همینو میگفتی؟ کسی نظر منو نپرسید. آها، پس شما ناراحتی از این که چرا طرف مشورت نشدی؟ با شما که مشورت کردن چرا نگفتید پسرم، عزیزم، جوونم، این دختر مناسب شما نیست؟ اتفاقا به نظر من آزار دختر خوبیه، یکم احساساتیه درست، ولی علیرضا رو دوست داره. فکر نکنم. این چه حرفیه شکو؟ دختری که پسری رو دوست داره از یه فرسخی معلومه. هرس نخور شکو خانم. باشه. چشم. چه خبره بابا؟ اینجا خونه دوماده. مثلا خونه شادیه. من اگه جای شما بودم یه روز قبل از عقد دست عروس و داماد رو نمیگرفتم ببرم قبرستون. خب رفتم سر خاک پدر علیرضا. بد کاری کردم. کاری که سر وقت انجام نشه میشه کار بد. تو بردیشون سر خاک، علیرضا به خودش بیاد، درسته؟ این راهش نیست شکو خانم. نمیدونم والا، دست خودم نیست. یه خبر خوب بهت بدم. پول دار میشی. راست میگی؟ پس باید به علیرضا بگم، حتما خوشحال میشه. یه مسافرم داری. خودتو لوس نکن دیگه. باور کن اینجا افتاده ببین. خب حالا دختر یا پسر؟
کسی نگفت بچه است که میپرسی دختر یا پسر. من باید برم نوشین. مگه نگفتی علیرضا قراره بیاد دنبالت؟ چرا؟ اصلا یادم نبود علیرضا قراره بیاد دنبالم. دستتو بده ببینم. ببخشید، دوست ندارم خبری بد به کسی بدم، ولی خط ازدواج تو دوتاست. خب این که مهم نیست، خط ازدواج علیرضا هم دوتاست. قرار میکنیم دوباره با هم آشتی میکنیم. ممکنه. اون دستتو بده. علیرضا اومد. آره خودشه. سلام. حالشون؟ چرا دیر کردی؟ ببخشیم با بچه ها بودم. خب دیگه نوشین جون، خیلی بهت زحمت دادم. آره خیلی. انشالله عروسیشون جبران میکنه. حالا وقت برای جبران زیاده. خب دیگه بریم. قربونت برم. خدافظ. با اجازتون. خدافظ. فرزاد جوابشو قبلا گرفته. میدونی که همون وقتی که یه دفعه غیبش زد آذر اون بعد آسرش اومد. خودش هم پشیمونه. دیر شده نوشین. وقتی فکرشو میکنم علیرضا رسیده به این دختر آتیش میگیرم. دختر فردا عقد کنونه. یه چند روزی برو سفر. اصلا حرفشم نزن. برم سفر مدام عکس این دوتا میاد جلو چشمم. دیوونه میشم. خودت میدونی که همه چی تموم شده. نه همه چی. من مطمئنم که آذر هنوزم فرزادو دوست داره. بدونه داره برمیگرده، بدونه که فرزادم هنوز دوستش داره، صبر میکنه. بله. دیر نکردن، بیا تو، خوب نیست. یکم نگران شدم، اشکالی داره؟ آذر بزرگ شده، عروس شد، رفت، ولش کن. شاید دو ساعت دیگه بیان. میخوای همونجا وایسی؟ ساعتی که نصف شب برای اومدن کم دیره. اینقدر هرس نخور. اومدن.
بابا جلو دره. فقط امیدوارم نخواد دعوام کنه. عصبانی برات نگرانم. سلام آقای فرشاد. سلام پسرم. سلام بابا، چرا دم در وایسادی؟ سرم درد میکرد اومدم خود قدم بزنم. ببخشین یه خورده دیر شده. از که حساب میکنی که شدی خورده؟ بابا من که دیگه بچه نیستم. البته که نیستی. به هر حال من متاسفم. نه لازم نیست تاسف فرشی. خوش گذشت؟ خیلی. همین کافی. بیاین تو. نه دیگه دیر وقته، من رفع زحمت میکنم. خب پس من میرم تا شما خدافظیتون رو بکنید. شب بخیر پسرم. شب شما بخیر. منم زود میام. به این میگن بابای روشن فکر. آره نگرانت شده بود، تو رو که دید سردردشم خوب شد. اگه دعوات میکرد مطلک گفتن رو فراموش میکردی. اه من مطلک نگفتم. چرا گفتی؟ یادت باشه من رو بابام خیلی حساسم. آخه مثل این که بیشتر بابات رو تو حساسه. چی بهشون گفتی؟ گفتم سرم درد میکرد اومدم یکم هوای تازه بخورم. اونم باور کردن؟ معلومه که نه، ولی فهمیدن که نگرانم. شیوت خشن نیست اما تحصیلش بیشتره. خب مواظب خودت باش، منم برم تو تا بابا دوباره سردرد نگرفته. خیلی دوستت داره. بابا بیشتر آزیتا رو دوست داره. آسی؟ برای من بیشتر نگرانه. شب بخیر. زودم بخواب، فردا تو عکس‌ها زیر چشات سیاه نیفته. چشم. ساعت 12 منتظرتم. منتظرت نمیذارم. رأس 12. خب خداحافظ. خداحافظ. برو دیگه. شما بفرمایید تو. منم میرم. رسیدی خونه بهم زنگ بزن. چشم. پس دیگه برو. خدافظ. خدافظ. یک و نیم شب بود، بعدیش میشه هفت و نیم صبح، بعدیش هم میشه یک و نیم بعد از ظهر، که اگه اونم یادم بره خانم شمس به زور میده بخوردم. به این میگن نظم توی زندگی. داداش میشه با خودت حرف نزنی؟ چیزی نیست، تو خواب دارم با خودم حرف میزنم. پس جلال با خودت تو خواب حرف نزن. سوالم میکنن جواب ندم. نه با همه قهر کن. نه نمیشه، واسطه میارن شلو پلو میشه، بدتر میشه. مگه چند نفرن؟ همه ی آدمایی رو که از اول زندگی یه بار باشون برخورد کردم. مگه مهمونیه که همشون اومدن؟ آره، هر شب که میخوام بخوابم هرچی آدم میشناسم که مردن میان گوش تا گوش دور اتاق میشینن. جلال یه چیز بگن ناراحت نمیشی؟ نه بگو. پس لطفا مزخرف نگو. ببین حالا تو بگو مزخرف. ببین اون حاجموه، اون یکی پسر حاج قربون قناده، چاکرم. اون یکی هم یاوره که تو سربازی افتاد تو دیگه قرمه سبزی، یادته که داستانشو برای تعریف کردم. اون یکی هم حاج حسن آهنگره، چاکرم. همه شون اومدن. سلام. از ماست.
کو مهمونات. واقعا انتظار داشتی ببینیشون؟ خب آره، اگه میتونستم همه اون چیزایی که توی مخمه به همه نشون بدم میدونی چی میشد؟ نه. نسل بشر منقرض میشد. مثل دایناسورا؟ دقیقا. میدونی چرا دایناسورا منقرض شدن؟ خودت گفتی از آرتروز. نه، دلیل اصلیش این نبود. به کسی نگی. ببین، این دایناسورا هرچی آدم میامد خواستگاریشون رد میکردن، برای همین نسلشون منقرض شد. جلال تو نمیخوای بخوابی؟ این مشکل عرشای منه، میخوام بخوابم خوابم نمیاد. وقتی که از خوابیدن منصرف میشم تازه متوجه میشم خواب بودم. برای همینی که صبح که از خواب پا میشم خسته ای خستم. شب خیر. شب خیر. صبح حالا وقت گفتنه؟ فکر کردم برات مهمه که بدونی. نمیگفتی چی میشد؟ تا آخر عمر ازم گله میکردی. حالا من باید چی کار کنم؟ به سوی تو به شوق